سلام به همه شما همراهان عزیز، هر کجا این کره پهناور که بیننده ویدیوهای ما هستی، سلام میکنم به شما دوستان عزیز، امیدوارم جانتان جور باشه. مادر جان عزیزم، مثل اینکه خبرای عروسی و ازدواج و اینا در راهه و علی سلطان بلاگر معروف ایرانی که به افغانستان هم رفته، اجرایی بهش میگن سفیر صلح، قراره به زودی ازدواج کنه با یک دختر افغان. با ما تا انتها همراه باشید. غیر از این یکی دو تا ویدیو دیگه هم داریم، قراره بهشون ریاکشن بریم. بسیار بسیار خبرهای خوشی مثل اینکه از راه میرسه. قبل از همه کامنت های شما عزیزان رو میخونم که امیر عزیز برای ما نوشته: سلام و احترامات تقدیمتون مادر جان و برادر جان، واقعا سپاسگزارم از شما. ما هم سلام میکنیم به شما دوست مهربون، خیلی خوشحالیم کنار ما هستید و ممنون از محبتاتون. سلام به تک تک شما عزیزان، ما سپاسگزاریم از شما که بیننده ویدیوهای ما هستید، عشق میدید، محبت میفرستید برای ما داخل کامنت ها. واقعا تک تک کامنت ها رو من میخونم، یه سریش حالا تو ویدیوها براتون بازگو میکنیم، یه سریشون جواب میدیم. همش عشقه، همش لطفه، همش محبته. واقعا خوشحالیم از اینکه کنار ما هستی. بچه ها صحبتون بخیر باشه، من امروز تا الان کم استایی هم اصلاحی میکنم، همینجوری از صبح درگیر اول افتا کجا وزارت امور خارجه، بعد الان ما هم اداره اطبا، الان هم میگم باید بری، الان هیچ کار انجام نشد، این اداره گفت برون اداره، اون اداره گفت برون اداره، خیلی امروز درگیرم و الان باید برم گذرنامه. گفت مرد ایرانی زن خارجی باید بری گذرنامه، میره انتظامیه، رو دارم میرم اونجا ببینیم چی میشه دیگه. این هم دلیل داره ها، یعنی اگر یک نفر از ایران بخواد با یک نفر با از افغانستان یا کشور دیگه ازدواج کنه، بعد کلی بودو بودو کنه. جدید شده این قانون؟ فکر کنم جدید، فکر کنم بوده از قدیم، جدیدن یه ذره بکنن سفت و سختتر میگیرنش احتمالاً، به خاطر همین مهاجرات غیر قانونی اینجور داستانه فکر کنم یه ذره جدیترش دارن میگیرن. اتفاق جالبی داره، روندش رو میریم میبینیم که البته روندش برای خود علی سلطان فکر کنم یه ذره اذیت شده انگار. اذیت شده. میریم ادامه‌شو با هم گوش میدیم. من که ایرانی ام، کشور خودم، این اینجوری من سر میدونه سردرگم شدم، این منو برمی آورد. وای به حال اون که خارجی، حالا مال هر کشوری دیگه است تو ایران میاد. خب صبح رفتیم مال دفتر امور خارجه، خب وقتی خود خبر نداری، دفتر امور خارجه خبر نداره من باید کجا برم، من میفرستم اتقا، اتقا میگه اینجا برای چی میاد، باید بری گذرنامه. دفتر امور خارجه و گذرنامه جفتشون روبروی هم فاصله نداشت، من کل شهر دوباره دور زدم، رفتم دوباره اونجا تا آخرش رسیدم. یعنی اگه از اول خود همون دفتر امور خارجه یه سواد اینو داشت که من باید برم گذرنامه، خب من میگفت روبرو اداره روبرویی شد میرفتم، دوباره همه دور نمیزدم، رفتم اونجا. این شکایت رو علی فکر کنم همه ایرانی ها داره، یعنی تو ادارات میفته، ادارات کار آدم تو اداره فرق نداره چه اداره ای، هر اداره ای آدم بیفته مکافات داره. آقا میری طبقه چهارم میگم برو طبقه اول، میری طبقه اول میگم برو طبقه دوم، طبقه دوم اون اول کار رو میفته تمام شده، میری طبقه اول میگه خب حالا اینجا که تموم شد برو ساختمان فلان، اون بره تهران، از شرق تهران میری غرب تهران، از شمال میری جو عزیزه، کلا داستان های دیگه. حالا فکر کنم کسایی که تو ایران باشن و ادارات مختلف رفته باشن میتونن حرف ما رو تایید کنن. میگم میگن کفش آهنی باید بپا کنی بره اداره. دقیقاً. اونجا میکنه درست حسابی جواب آدم بده. یعنی هر چی صحبت میکنه یه حرفش خودش عوض میکرد. آقا فلان مدارک فلان، گفتم خب دارم. نه نه اون مدارکم باز شد. خودم اون رو نمیام. نه این به معنی که به قول شما تو این شهر منو میشناسن، به من میگن چه میدونم سفیر صلح دو تا کشور، این چیزایی که به ما میبندن اینجوری کار من پیش میره. وای گاله بقیه هیچی. آقا آخرش هم یه جواب درست حسابی نگرفتیم، اداره گذرنامه هم رفتیم، من تهش برمی گردیم گذرنامه دارم، بعد تا الان چیز بندم تایید یار به ما بوده، جواب درست حسابی نگرفتم. اینجا کسی اگه ساری آشنا داره اداره گذرنامه میتونه منو کمک کنه، کمک کنه دیگه. حالا نمیدونم اصلا مغزم بخواهم اینقدر فشار رومه، فشار تمرین، قرصا، هورمونا، همه چی به کنار، کار، فروشگاه، مدیریت، کوت درمان، اینا اصلا به کنار، الان این داستان ازدواج که ما از کی روش برنامه‌ریزی کردیم می‌خوام بریم زن بگیریم، ما که آقا اصلا بگرفتنی به خدا برای قدعوی بسته میخورم، من ایرانیم، خب شیعم، همسرم هم شیعه است، مثلا نسل شیعه میخواییم زیاد کنیم، تهش میشه این وای به حال اونی که مثلا مرد حالا ایرانی نباشه، سنی هم باشه، اون داستان چی میخواد بشه؟ یا اصلا این چیز ربطی نداره، نمیدونم اصلا بد جو گیرم. بچه ها آدم همین جوری میشه کلا، بعد از اینکه
پاشو تو اداره میذاره میاد بیرون دیگه کلافه میشه. بعضی وقتا هم هست حالا یه سرز اداره هم اصلا میری حالا آدم میخواد بگه آقا تو رو خود کار ما رو زودتر انجام بده و بریم راحت شیم، اینو نگاه کن همه مدارک رو آوردی که امضا بزن بریم، اون پشت چیزایی زدن که آقا اگر اعتراض کنید نمیدونم انتقاد به ما کنید میفرستیمتون نمیدونیم بازداشتگاه و نمیدونم 6 ماه حبس و نمیدونم فلان ضربه شد. بابا چی بگم من دیگه، حالا اینا رو بذاریم به کنار، ولی همین که علی سلطان میخواد ازدواج کنه و با یک خانم اهل کشور افغانستان هم میخواد ازدواج کنه مثلا خیلی خوبه دیگه، با توجه به خودشون بلاگر هستن فارغ از حالا بحث‌های کاری که ایشون دارن، خیلی ویدیوهای خودمونی هم میسازن، ویدیوهای خودمونی هم میگیرن، خوشو هستن. فکر میکنم این ازدواج باعث بشه دوباره این همدلی یه مقدار بیشتر شه. آره ویدیوهاش فکر کنم آره حداقل ویدیوهایی که ازشون منتشر شه گسترش پیدا کنه اینور اونور پخش بشه. چقدر میشه نزدیک و مهربون بود. آره که حالا زودتر اتفاقهای خوبی بیفته چه برای علی سلطان چه برای بقیه کسایی که میخوان ازدواج کنن و این مشکلات فعلا سد راهشون شده. بعدم بیرون اصلا مثلا از این باید که زن نگرفتم خورده نگرفتم که میگیرم کار با ساجید نشد نره اون فاز چی هم نگیرین ها دو نویس کار کرد و اینا نه با هیچ کنون میشه بعضی واقعا باورش میشده مثل این طرف میتونم چقدر این مشکلات قانونی که برای همه هست برای من از این ناراحتم که من که حال 100 نفر ما رو میشناسن میریم اینجوری برخورد میشه وای به حال اون که من درک اون که هیچ کیو نداره چون اوضاعی براش میشه واقعا هم اینطوره ها. واسه ایشون هم آقا ایرانی هستن شرایط راحت تره تا اینکه مثلا آقا اهل کشور آقا دیگه باشن آره خانم ایرانی باشن. من اصلا خیلی پیشرفته ترشو دارم میگم، میگم خیلی وقتا اگه کسی نشناستمون یه جایی بخوایم بریم کارمون اونجوری راه نمیفته، یعنی اگر یه آدم عادی باشی بخوای بری یه جایی کاری انجام بدی انقدر بدو و برو و بیای نه، ولی یه سری ها هستن شناسن طرف نمیدونم وام میخواد طرف نمیدونم یه امضا میخواد میره تو میگه سلام همه میگه آقا قربونت بیا امضا، حالا یه آدم عادی خب اونم همون کارشه، یعنی اگه واقعا یه رتبه ای دارید یه مرتبه ای دارید پشت میز هستین هوای کسایی رو اتفاقا بیشتر داشته باشین، واقعا که هیچ کسو ندارن، اونا هیچ کسو ندارن، شاید شما بتونید کمکشون کنید هواشون رو بیشتر داشته باشین. وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اهمیت تحصیل دانش آموزان اتبا گفت تمهیدات لازم برای ثبت نام دانش آموزان اتبا در نظر گرفته شده است. ما با هم فکری و هم در واقع مشارکت وزارت کشور داریم الان برنامه ریزی میکنیم که یک عده‌ای که در واقع به صورت غیر قانونی و یا بگیم غیر مجاز در میهمان جمهوری اسلامی ایران هستن انشالله مشکل این عزیزان و دغدغه‌هاشون رو به نحو مناسب برطرف بکنیم و داریم تمهید مقدمات میکنیم انشالله جای نگرانی وجود نداره. یه سری ها میگن ایرانی ها مهمون نواز نیستن، ایشون الان داره میگه حتی کسایی که غیر مجاز آمده ما داریم سعی میکنیم یه ذره مشکلاتشون مرتفع شه حداقل بتونن تحصیل کنن فرزندانشون، یه عده‌ای که مثلا ما میتونیم قبول کنیم و اونا رو مثلا میگن آره. کوشش میدن نه همه رو، ولی خب باز یه عده‌ای که شرایطشون اوکی تره راحت تر. آره قدیمی ترن یا بها شرایط این که بتونن داخل کشور ایران اقامت داشته باشن و دارن و باز براشون از نظر تحصیل دارن شرط رو فراهم میکنن داریم نزدیک هم میشیم دیگه دوست. توی ایران فصل تحصیلی کلن شروع سال تحصیلی از اول پاییز تا اواخر تابستون تقریبا که امتحانات برگزار تا اواخر بهار که آره امتحانات برگزار میشه تابستون تعطیلن، حالا این کشور برعکسه مثلا زمستونا تعطیلن، حالا فیز فرق داره با توجه به اون فصلی که تو زندگی میکنه اون شرایط جوی یه سری جاها انقدر سرد میشه مثلا زمستونشون 3 ماه زمستون رو تعطیل میکنن. بریم ادامه ماجرا. به کارگیری اتباع غیر مجاز 5 واحد صنفی ایران شهر را پلمب کرد. رئیس اداره صنعت معدن و تجارت ایران شهر گفت در ادامه نظارت بر واحدهای صنفی برای به کار نگرفتن اتباع غیر مجاز با برنامه ریزی این اداره شناسایی و پایش واحدهای متخلف در دستور کار قرار گرفت. آقای مرادی از مدیران واحدهای صنفی و اقتصادی در شهرستان ایران شهر خواست از به کارگیری اتباع غیر مجاز خودداری کرده، در غیر این صورت برابر قانون و با دستور مقام قضایی مجرم شناخته می شود. خبر بعدیمون رو با هم دیگه از اون طرف اونم هست دیگه، یعنی
از اون طرف که ازدواج و اینا خوبه برای تحصیل و اینا فکر میکنن، از اون طرف اتفاق خیلی هم سفت و سخت دارن میگیرن در رابطه با کارگران افغان. دوست. یعنی حالا با خانواده های افغان رو فعلا گذاشتن، فکر کنم اولویت های بعدی فعلا کارگران افغانی که به صورت حالا مجردی مثلا تک نفر مخصوصا وارد ایران میشن و خیلی جدی دارن میگیرن. به صورت جدی دارن کارخونه رو پلم میکنن، اگه کسی استفاده کنه به مقامات قضایی معرفیش میکنن. پس به خاطر همینه که میگم یه ذره باید بیشتر دقت کنیم. خیلی ها شاید همین الان تصمیم بگیرن غیر قانونی به کشوری مهاجرت کنن. این ویدیوها رو ببینید، هم تو ایران هم تو آلمان هم تو ترکیه اگر غیر قانونی مهاجرت کنید، خدای نکرده اون هزینه ای که میکنید، اون وقتی که میذارید ممکنه پوچ بره هوا. فعلا شرایطش مهم. آره بذارید صبر کنید، قشنگ برید اون مدارکی که میخواد، اون امکاناتی که میخواد رو داشته باشید، به صورت قانونی از یک کشور به یک کشور دیگه برید که نه وقتتون تلف بشه نه هزینه هاتون دور ریخته شه و یه جورایی آیندهتون رو بتونید برنامه‌ریزی کنید، نتیجه بگیرید. دور بکنیم. بله به وقت خداحافظی. دیگه وقت خداحافظی با اتباع غیر مجازه. چندین و چند بار تذکر گرفتن اما این بار خیلی جدی دیگه باید کشور رو ترک بکنن و این سیاست جدید جمهوری اسلامی ایرانه. این رو فرمانده مرزبانی فراجا گفته و اشاره کرده به این موضوع که این افراد مدت هاست دارن از امکانات کشور استفاده میکنن و باید تا پایان سال 1403 ایران رو ترک بکنن و گفته که این خواسته مردم ماست و در راستای ایجاد امنیت باید تحقق پیدا بکنه. بله این همه اتفاقا و خبرهایی که توی دولت جدیدی که تو ایران برقرار شده، خیلی مدت کوتاهی هم هستی بوده، فکر کنم یکی دو هفته است کابینه دولت جدید ایران معرفی شده و وزارتخونه‌های مختلف اون رئیسشون رو به قول معروف شناختن و یه سری اتفاقهایی هم افتاده که یه سریش مربوط میشه به مهاجرینی که از کشورهای مختلف علی خصوص از افغانستان و حالا پاکستان و این ور اون ور اومدن به ایران و میبینید دیگه خیلی جدی دارن پیگیریش میکنن. این سری واقعا جدیه. من پیشنهاد میکنم واقعا، بارها گفتم دلسوزانه هم دارم میگم، این حرف من دلسوزانه است. اگر غیر قانونی وارد ایران شدید برگردید به افغانستان، اگر غیر قانونی وارد آلمان شدید برگردید به افغانستان، اگر غیر قانونی وارد ترکیه شدید برگردید به افغانستان، یا اونجا شروع کنید به کار کردن، کشور خودتون رو بسازید، یا اگر باز قصدتون مهاجرته اون مدارک مورد نیاز رو فراهم کنید و قانونی به کشور دیگه برید. اون موقع میتونید حق شهروندی طلب کنید، بگید آقا من قانونن مهاجرت کردم به فلان کشور، حق شهروندی من چه میشود. اونجوری میتونن صحبت کنن. ولی رویشگی هم قشن آیندهشون تضمین باشه، همین دیگه. الان ولی فردا مشخص نیست آیا فردا قرار اتفاقای خوبی بیفته، آیا فردا من قرار دیپورت بشم، آیا فردا قرار صاحب کارم مثلا که براش کار کردم پولمو بده، پولمو نده، فرزندام چی میشه. میگم یه جوری باشه که بتونید واسه آینده برنامه‌ریزی کنید. هر چقدر هم که سخته، خیلی کسایی که اصلا تو ایران کشور اصلیتشون ایرانی هم هست نمیتونن واسه ماه دیگه شون برنامه ریزی کنن، چون اینقدر دلار و قیمت ها و اینا بالا پایین میشه، شرایط عجیب غریبه که برنامه ریزی بلند مدت به اون ساعت آدم نمیتونه داشته باشه. ولی باز هم برای کسایی که غیر قانونی وارد کشوری شدن شرایط سخت تره. امیدوارم که همه اتفاقهایی که میفته تهش منجر بشه به شروع ویدیو، به ازدواج، به خوشحالی، به شادی، به خبرهای خوب، شادی ببینیم. حالا علی سلطان عزیز امیدوارم مشکلش حل بشه. اگر که باز هم آشنایی دارید که میتونه کمک کنه تو شهر ساری ایران، به علی سلطان معرفیش کنید، به اینستاگرامش دایرکت بدین و کمکش کن که زودتر یه عروسی ببینیم و دل فکر کنم خیلی از انسانها شاد بشه با این اتفاق. مرسی از همراهیتون، مرسی کنار ما بودین. ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب داشته باشید، نظرتون رو برامون داخل کامنت ها بنویسید. تا یک برنامه دیگه شاد و پر انرژی باشید. فعلا خدافظ. در پناه خدا باشید.